تاریخ تمدن قسمت 216 فصل 27 از جلد دوم هنر در دوره اضمحلال. بخش اول جنگ. زوال تمدن یونان در میدان هنر بیشتر از سایر جوانب به تأخیر افتاد. عصر هلنیستی نه تنها از لحاظ باروری که حتی از نظر اصالت نیز با هر دوره‌ای رقابت می‌کند. بدون شک هنرهای کم اهمیت‌تر دستخوش هیچ گونه زوالی نشدند. کارگران متخصص چوبکار، عاجکار و نقره و طلاکار در سرتاسر دنیای وسیع یونان پراکنده بودند. حکاکی روی سنگ‌های قیمتی و سکه به عالی‌ترین مرحله ترقی خود رسید. در اقصا نقاط مشرق زمین یونان یعنی باکتریا، پادشاهان یونانی در سکه‌زنی هنرمندی نشان می‌دادند و در مغرب زمین نیز سکه 10 دراخمای هیرون دوم را می‌توان بهترین نمونه سکه‌زنی دانست. اسکندریه به خاطر آهنگری و نقره‌سازی خود که در هنرمندی رقیب شاعران بی نقص آنجا بود و به خاطر برجسته‌کاری و حکاکی روی سنگ‌های قیمتی، صدف، سفال‌های آبی و سبز، کاشی‌های مرغوب و شیشه‌های ظریف رنگارنگ خود مشهور بود. گلدان پورتلند. نام این گلدان از دوک پورتلند، شهری در انگلستان مأخوذ است که آن را در روم خریداری کرد. اکنون در موزۀ بریتانیایی است که به احتمال قوی محصول اسکندریه بود. این هنر را در اوج زیبایی خود نشان می‌دهد. شکل‌های بسیار زیبایی در یک لایه شیشه‌ای شیری رنگ کنده‌کاری شده با بدنهای سبز رنگ. اگر تعبیر را منظور بدارید می توان آن را یکی از شاهکارهای جوسیا وِج وود باستانی تلقی کرد. 1730 الی 1795 سفالگر بسیار معروف انگلیسی. موسیقی در تمام طبقات مردم دوستدار داشت. گام‌ها و سبک‌های موسیقی در جهت تازه‌جویی و زیبایی در تغییر بود. آهنگسازی و آلات موسیقی از سادگی اولیه خارج شده، رنگارنگتر و فراوانتر شدند. در حدود 240 قبل از میلاد، نی پان قدیمی در اسکندریه بزرگتر شده، تبدیل به ارگی از نی‌های برنجی شد و حدود سال 175 کتِسیبیوس آن را تکامل داد و تبدیل به ارگی نمود که با مخلوطی از هوا و آب کار میکرد و نوازنده میتوانست امواج متنوع صوتی را تحت اراده خود درآورد. از ساختمان و چگونگی این ارگ اطلاعی بیشتر در دست نیست، ولی میدانیم که همین آلت موسیقی در روم به سرعت تحول یافته، تبدیل به ارگ کلیسا و ارگ امروزی شد. از مجموع آلات موسیقی ارکستر به وجود آوردند و از آلات خاص موسیقی کنسرت‌های نیمه سمفونیک و تالارهای اسکندریه، آتن و سیراکوز اجرا می‌کردند. نوازندگی و خوانندگی یک نفره نیز بسیار ترقی کرد. هنرمندان موسیقی و تکنوازهای حرفه‌ای در اجتماع مقامی درخور دستمزدهای گزافی که می‌گرفتند یافتند. در سال 318 آریستوکنوس، شاگرد ارسطو، رساله کوچکی به عنوان آرمونیک نوشت که کتاب پایه نظری موسیقی در دنیای باستان گردید. آریستوکنوس مردی بسیار جدی بود و مانند اغلب فیلسوفان از موسیقی زمان خود لذت نمی برد. آتنایوس از وی نقل می کند که تئاتر کاملا منحط و موسیقی سرتاپا خراب و مبتذل شده است. تعداد کسانی که به یاد می آورند موسیقی ما چه بود و چه منزلتی داشت چندان نیست. این حرف را بسیاری از نسل‌های بعد عیناً شنیدند. قضاوت کامل درباره معماری عصر یونان باستان امروز برای ما چندان مقدور نیست، زیرا گذشت زمان قدار کلیه آثار آن را با خاک یکسان کرده است. معهازا از نوشته ها و خرابه هایی که مانده می توان دریافت که هنر ساختمانی یونان سیادت خود را از باکتریا تا اسپانیا توسعه داده بود. نفوذ دو جانبه یونانی و شرقی سبک مختلطی به وجود آورده بود. ستونبندی و گچبری روی سرستون از یونان به آسیا رفت و طاق و گنبد و قبه از مشرق زمین وارد یونان شد. حتی در مراکز قدیمی هلنی مانند دلوس پایتخت‌هایی به سبک مصری و ایرانی برپا شد. سبک دوریک در عصری که تزیین و ظرافت مورد توجه بود خشک و بیروح شد و شهرها یکی پس از دیگری آن را رها می‌کردند، ولی سبک کرینتی به اوج زیبایی خود رسید. هنر به موازات حکومت، قانون، علم الاخلاق، ادبیات و فلسفه جنبه مذهبی خود را از دست داد، جنبه غیر روحی می گرفت. رواقها، ایوانها، میدانها، باغها، تالارهای عمومی، کتابخانهها، ورزشگاهها و حمامها، ساختمان معابد و پرستشگاهها را تحت شعاع قرار داده، کاخهای سلطنتی، شاهوار، راه جدیدی به سوی طراحی و تزیین‌کاری معماری گشودند. نمای داخلی خانه ها با نقاشی، مجسمه سازی و برجسته کاری تزیین می شد. در خانه های اعیان باغ‌های خصوصی به وجود آمد. باغ‌ها، دریاچه ها و ساختمان های کلاهفرنگی سلطنتی در پای تخت‌ها ساخته شد که اغلب برای استفاده عموم باز بود. شهرسازی همراه معماری رونق یافت. خیابانسازی به سبک مستطیل هیپوداموس با پهنای حدود 10 متر که آن روزها برای عبور و مرور اسب و گردون کافی بود به وجود آمد. اسمیرنا یا ازمیر به خیابانهای سنگ فرشش میبالید، ولی ظاهراً اغلب کوچه‌های هلنیستی آن عصر خاکی بودند و در زمستان غرق گل می شدند. ساختمان‌های زیبا به طور بی‌سابقه‌ای گسترده شدند. در آتن قرن دوم ستون‌های بلند کرینتی در اولمپیوم برپا شد. طرح عمومی بنای توسعه یافته‌ای را که زیباترین بنای آتن بود کوسوتیوس معمار رومی ریخت که از موارد نادر دخالت رومی‌ها در معماری یونان بود، زیرا همیشه خود آنها به معماری یونان متکی بودند. لیوی این معبد را که معبد زئوس اولمپیا بود تنها بنایی می‌داند که شایسته سکونت خدای خدایان بود. از این بنا 16 ستون بر جای مانده که زیباترین نمونه سبک کرینتی به شمار می روند. روحانیت روبه موت آتن و نبوغ فیلون معبد باشکوه الئوسیس را که پریکلس قبلا بر قطع زمینی مقدس آغاز کرده بود به اتمام رسانید. فقط قطعاتی از این بنای زیبا بر جای مانده که خود نمونه طراحی و حکاکی بسیار عالی یونان است. فرانسوی ها در دلوس نقشه زمینی معبد آپولون را از خاک بیرون کشیدند و شهری را نمایان ساختند که پر از رواقهایی است که محل داد و ستد یونانی ها یا پناهگاه مجسمه‌های صدها خارجی و یونانی بوده است. هیرون دوم در سیراکوز بناهای باشکوهی برپا کرد. تئاتر دولتی موجود را وسیع نمود که تا به امروز نام وی بر روی سنگ‌های این بنا به چشم می‌خورد. بطالسه مصر اسکندریه را با بناهایی که شهر را در زیبایی شهره ساخت زینت داده بودند، لکن کوچکترین اثری از آنها نمانده است. بطلموس سوم معبدی در اتفو ساخت که عالیترین اثر معماری یونان در کشورهای تصرف شده بود و بازماندگانش معبد ایسیس را در فیلای بنا یا تجدید بنا کردند. در شهرهای یونیا از قبیل میلتوس، پرینه، ماگنسیا معابد جدیدی برای خدایان ساخته شد. سومین معبد آرتمیس در افسوس حدود سال 300 قبل از میلاد تمام شد. به افتخار آپولون معبد وسیعتری به معماری پاینیوس و دافنیس در دیدیما نزدیک میلتوس ساخته شد 332 قبل از میلاد که بعضی از قسمت‌های ستون‌های عالی یونیایی آن بر جای مانده است. یومنس دوم با ایجاد بناهای زیبا پایتخت خود پرگامون را زبانزد مردم یونان کرد. بین ساختمانهای زیبای آن قربانگاه مشهور زئوس بود که آلمانی‌ها در سال 1878 از زیر خاک بیرون آوردند و دوباره با استادی کامل در موزه پرگامون برلین بنا کردند. پلکان شاهواری بین ایوان و محوطه ستوندار و وسیع آن موجود است و اطراف قاعده 40 متری آن را کتیبه زیبایی زینت داده است. نفاست این بنا در آن دوره با ساختمان موسولئوم در قرن چهارم و پارتنون در قرن پنجم برابری می کند. هرگز یونان به این زیبایی تزیین نشده بود و هرگز شوق مردم این کشور و استادان هنرمندش محل سکونت انسانی را به این شکوه و جلال نرسانده بود. بخش دوم، نقاشی. نقاشی معمولاً آخرین هنر بزرگی است که در هر تمدنی به بلوغ می‌رسد. در مراحل اولیه فرهنگ هر ملتی نقاشی تابع معماری و مجسمه سازی مذهبی است و تنها هنگامی مستقل می شود که زندگی خصوصی و ثروت شخصی مردم موجب تزیین خانه ها یا یادبود اشخاص گردد. چون از بین رفتن دموکراسی توجه عموم را از حکومت منحرف کرد، مردم دنبال تسلایی می گشتند که در خانه و مأوای خود داشته باشند. ثروتمندان کاخهای مجلل می ساختند و دستمزدهای گزافی به هنرمندانی می دادند که فواره ای را تزیین کنند یا دیواری را درخشش بخشند. در اسکندریه نقاشی روی شیشه را برای تزیین دیوار به کار می بردند. تمام شهرهای هلنیستی برای این منظور تخته‌های چوبی قابل حرکت استعمال می کردند. شاهزادگان و اشراف ترجیح میدادند که عکس‌های بسیار بزرگ آنها روی قطعات جدای مرمر نقاشی شود. پاوسانیاس از تعداد زیادی پرده نقاشی گفتگو می‌کند که در سفرش به یونان دیده است. متأسفانه جز چند تکه نقاشی رنگ پریده روی سنگ و سفال از این هنر پر رونق چیزی باقی نمانده است. کیفیت این نقاشی ها را فقط باید از روی نسخه های بدلی رنگ و رو رفته و متوسط آنها که در پومپئی، هرکولانیوم و روم پیدا شده قضاوت کرد. یونان مقام نقاشانش را همردیف مجسمه سازان و معماران خود بلکه بالاتر میدانست. نقاشان دستمزدهای گزاف می گرفتند و درباره زندگی ایشان هزاران داستان جذاب گفته میشد. که تستیکلس که نتوانسته بود سله ای را که انتظار داشت از ملکه استراتونیس بگیرد، تصویر او را کشید که با ماهیگیری به بازی به دنبال هم میدوند. وقتی تابلو به اتمام رسید آن را به معرض نمایش گذارد و از ترس مجازات فرار کرد. استراتونیس از آنجایی که تصویر چهره هر دو نفر را بسیار استادانه و شبیه به اصل رسم کرده بود وی را بخشید و به میهن برگرداند. هنگام اینکه آراتوس سیکیون را تصرف کرد فرمان داد که کلیه تصاویر دیکتاتورهای سابق را از بین بردارند. یکی از دیکتاتورها به نام آرکستراتوس ملاتوس نامی در قرن چهارم تصویر کرده بود که کنار گردونش ایستاده است. این تابلو به قدری زیبا و روشن بود که نیکلس نقاش استدعا کرد که آراتوس از نابود کردن آن صرف نظر کند. آراتوس قبول کرد به شرطی که شکل آرکستراتوس را به شکل دیگری که کمتر برخورنده باشد تعویض کند. استرابون میگوید که پروتوگنس تصویر یک ساتیر را کشید که کپکی کنارش بود. این تصویر چنان زنده بود که کپک ها آن را عوضی می گرفتند. بالاخره نقش کپک را پاک کرد که مردم نفاست تصویر ساتیر را بهتر درک کند. پلینی میگوید که همین نقاش بر روی تابلوی مشهور خود پالیسوس مؤسس فرضی شهری به همین نام در رودس 4 لایه رنگ مالید که هرگاه لایه‌ای در اثر زمان پاک شود رنگ تازه و درخشان بماند. نقاش که از عدم توانایی خود در نشان دادن کفی که از دهان سگ یالیسوس بیرون میریخت خشمناک شده بود، اسفنجی به طرف تابلو پرتاب کرد تا آن را خراب کند، ولی اسفنج البته درست به جای لازم خورد و اثر رنگی بر جای گذاشت که کاملا رنگ کف دهان سگ خشمناک بود. چون دمتریوس پولیورکتس رودس را تصرف کرد از آتش زدن شهر خودداری نمود مبادا این تابلو از بین برود. در مدت محاصره شهر هنگامی که ارتش مقدونی پیشرفت کرد پروتوگنس در کارگاه دهقانی خود به کار ادامه میداد. دمتریوس به دنبال او فرستاد و پرسید که چرا وی مانند سایرین به داخل دیوارهای شهر پناهنده نشده است. پروتوگنس جواب داد چون میدانم تو علیه رودسی ها می جنگی نه علیه هنر. سلطان محافظی بر او گماشت و کار محاصره را رها کرد تا ایستاده نقاشی او را تماشا کند. نقاشان هلنیستی به فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور و فاصله در پرده های نقاشی آشنایی کامل داشتند. اگرچه مناظر طبیعی را فقط برای زمینه و تزئین در نقاشی به کار می بردند و آنها را بیروح و معمولی مجسم می کردند. البته اگر بتوان نسخه های بدل نقاشی های پومپئی را ملاک قضاوت قرار دهیم، لااقل موجودیت طبیعت را پذیرفته و آن را در همان زمانی که تئوکریتوس در اشعار خود مورد استفاده قرار میداد در نقاشی‌های خود وارد می‌کردند. معهازا آنقدر به انسان و کارهای او توجه داشتند که وقت پرداختن به درخت و گل را نداشتند. پیشینیان آنان فقط تصویر خدایان و ثروتمندان را می‌کشیدند. نقاشان هلنیستی به هرچه جنبه انسانی داشت علاقه داشتند. ضمناً درک کرده بودند که حتی یک شکل زشت نیز ممکن است موضوع نقاشی زیبایی باشد یا لااقل وسیله دستمزد خوبی شود. به این دلیل با اشتیاق نقاشان هلندی به موضوعهای معمولی پرداخته، از کشیدن تصویر سلمانی، پینه دوز، زن روسپی، زن خیاط، چارپایان، مردم ناقص الخلقه و حیوانات عجیب لذت می بردند و به آنها نمونه های از اشیای بیجان را مانند نان و تخم مرغ، میوه و سبزی، ماهی و شکار، شراب و سایر اسباب تعیش و تشریفات اضافه می کردند. سوسوس پرگامونی با کشیدن کف اتاقهای موزاییکی که هنوز از تهمانده ضیافت‌ها کثیف و درهم و برهم بود باعث تفریح و سرور هم عصران خود میشد. اشخاص محافظه‌کار و کسانی که خود را سنگین و باوقار می‌دانستند از این کار منزجر شده این تجلیل کنندگان ابتذال را تصویر کننده وقاحت‌ها و کثافت‌ها می‌خواندند. بعضی از شاهکارهای بزرگتر این عصر به واسطه آتشفشانی وزوویوس از گمنامی بلکه از فراموشی نجات یافتند. فرسکویی که اخیراً در اوستیا کشف شده ظاهراً نسخه ناقصی از یک تابلوی اصیل یونانی است. این تابلو اکنون به نام عروسی آلدوبراندینی معروف است که نام خانواده‌ای بوده که تابلو قبل از انتقال به موزه واتیکان به آنها تعلق داشته است. در این تصویر آفرودیته نیرومند کشیده شده که در کنار عروس خجولی ایستاده به او جرأت می‌دهد، در حالی که داماد بی‌صبرانه و بدون اینکه احتیاجی به جرأت داشته باشد کنار نیمکت ایستاده است. ظریف‌تر از این دو تصویر اصلی طرح زن باوقاری است که در کنار دیده می شود و مشغول نواختن عودی است که رنگ آن در اثر گذشت زمان پریده است. یک تابلوی دیواری باشکوهی نیز باقی مانده که آن را به تابلوی اصیل یونانی قرن سوم نسبت می دهند. در این تصویر آکیلس که پاتروکلوس در کنارش ایستاده با خشم اسیر خود برسئیس را به دشمن شهوتران خود آگاممنون تسلیم می کند. شکل‌های این تصویر با سلیقه و عادت ما پیش از آنکه زیبا باشند با ابهتند. معمولا ما به پاهای بلندتر و بالاتنه کوتاهتر آشنا هستیم، لکن باید قبول کرد که نقاشان یونان باستان خیلی بیشتر با اندازه‌های زنان و مردان یونانی عصر خود آشنایی داشتند. مرور زمان جلال و تازگی این آثار را زدوده و فقط قوه تصور قادر است درخشش و زیبایی آنها را که روزی مورد تحسین عوام و سلاطین بوده بازگرداند. جالبتر از همه چند قطعه موزاییک رومی است که ظاهراً از نقاشی‌های یونانی اقتباس شده است. موزاییک هنر قدیمی مصر و بین‌النهرین بود. یونانیان آن را گرفتند و به اوج ترقی تاریخی خود رساندند. یک قطعه نقاشی را به وسیله خطوطی به چهار گوش‌های کوچک تقسیم می‌کردند و قطعات کوچکتر مرمر را چنان رنگ می‌زدند که وقتی کنار هم می‌چینند تابلویی پردوام به وجود می‌آمد. چند قطعه از این موزاییک‌ها که قرنها زیر پای هزاران نفر قرار گرفته‌اند هنوز رنگ خود را حفظ کرده داستانهای باستان را بیان می‌کنند. نبرد ایسوس که در خانه فارنوس‌ها در پومپئی پیدا شد و حد زدند که به یک نقاشی فیلوکسنوسی در قرن چهارم مربوط می‌شود، مرکب از 1,500,000 قطعه سنگ است که هر کدام بیش از چند میلیمتر مربع سطح ندارد. این موزاییک و آکیلیس و بریسئیس یاد شده هر دو در موزه ناپل هستند. تمام موزاییک 5.2 در 5 متر است. این اثر در آتشفشان و زلزله‌ای که پومپئی را در خود فرو برد 79 میلادی سخت صدمه دید، ولی آنقدر از آن باقی مانده که استادی و نیرومندی هنرمند را برساند. اسکندر سیاه و سوخته از گرما و پریشان و ژولیده از کثافت میدان نبرد پیشرو حمله است و سوار بر اسب خود بوفالوس در چند قدمی گردونه داریوش دیده می شود. نجیب زاده ایرانی خود را در میان دو پادشاه انداخته و نیزه اسکندر در بدن او نشسته است. داریوش بی توجه از خطری که از جانب نیزه دیگر اسکندر متوجه اوست، از گردونه به طرف دوست در حال مرگ خود برگشته، چهرهش مالامال از غم و اندوه است. سوارکاران ایرانی به نجات پادشاه خود آمده و نیزه اسکندر به هدف نرسیده در هوا معلق است. نشان دادن احساسات درهم و آشفته چهره داریوش معرف قدرت بی‌نظیر نقاش است، لکن سر اسب اسکندر جاذب‌ترین بخش نقاشی است. عالی‌تر از این موزاییک در دنیا وجود ندارد. فردا شب مجسمه‌سازی.